سلام به ایمان اسپورتی ها که فکر میکنم تنها کسایی تو دنیا هستن که هنوز تو حال و هوای دربی هن. دربی که تو استادیوم آزادی برگزار شد که بعد از چند سال و چند روز و چند ساعت با همه ظرفیتش یه بازی رو برگزار کرده، دوباره مثل قبل قشنگی های هوادارایی تو استادیوم دل هوادارایی تو خونه رو برد. ایشالله که ترک های استادیوم هم دهن وا نکرده باشن از این جمعیت. حالا شما یا تو ورزشگاه بودید یا بازی رو از رادیو تلویزیون دنبال میکردید، اما من از کانالای هواداری تلگرام بازی رو دنبال کردم. هر کی درک درستی از کلمه توهم توطئه نداره همین کار رو بکنه، بره تو این کانالا، ادمینای استقلالی و پرسپولیسی به صورت عملی معنا میکنن اینو براش. یعنی تو این کانالای هواداری پشت مصدوم شدن داوری توطئه‌ای هست، پشت نمایی که کارگردان تلویزیونی میده قطعاً توطئه است، پشت مصدوم شدن فیلم بردارم یه داستانی است. بابا آی فیلم بردار دیگه چی کار داری؟ آی فیلم بردار سنه دیلر بیا نبینم کسی نشسته باشه، یعنی به خودتون مسلط باشید. این کارا چیه که میکنید؟ بشینید، میخوام بقیهش رو براتون بگم. یه لایک و سابسکرایب هم بزنید بریم برای بقیهش. بعد خودی و غیر خودی هم نمیشناسن، میگن حسینی انگار داشت مرغ میگرفت. بابا ما الان نمیتونیم تخم مرغ بگیریم، حالا یکی هم که دستش به دهنش میرسه میتونه مرغ بگیره رو نمیتونید ببینید؟ خیلی بخیلید شماها. حالا جدای این عنایات ویژه، ادمینای پیجا چرا وسط بازی بیخیال تبلیغ و خبرهای دیگه نمیشدن؟ اینا که بیخیال نمیشدن، کاش عربستان یه دقیقه بیخیال بنزما و مسی میشد. از محمود فکری هم که اصلا انتظار نداشتن وسط شهرآور تیم بگیره. بعد آخرای بازی ادمین تو کانال استقلال نوشته بود آقای آرمان، آقای شهبازاده، شماها تازه نفس هستید، به خودتون تکونی بدید. ولی متاسفانه رمضانی و شهبازاده کانال این دوست عزیزمون رو چک نکردن وسط بازی و همچنان تکونی به خودشون ندادن. شاید هم سین کردن جواب ندادن، بی ادبا. ولی هوادارا هر چقدر دایره لغات کلمات سوزناکشون زیاده نشونه گیریشون بده. هر کیو نشونه گرفتن هیچیش نشد، یکی دیگه افتاد رو زمین. یعنی اومدن بیرانوندو بزنن، مربی دروازه‌بانای پرسپولیسو زدن. اومدن سروش رفیعیو بزنن، داورو زدن. اومدن دوباره سروش رفیعیو بزنن، فیلمبردار تلویزیون زدن. همه اینا به کنار، نارنجک آورده بودن بزنن تو هوادارای پرسپولیس، زدن به هوادارای خودشون. به این چیزی پرت نکنید که گوش نمیدید. حداقل رو نشونه گیریتون کار کنید، درست پرت کنید. یکی که اومده ورزشگاه یه موز برداره بره رو مصدوم نکنید. من از همینجا از احسان حدادی عزیز میخوام که یه سری ورکشاپ پرتاب دیسک، نه ورکشاپ پرتاب بطری برگزار کنه که از این وضع خلاص شیم. ولی قشنگ مشخص اوضاع اقتصادی بد جوری رو مردم تاثیر گذاشته، نه که اعصاب نداشته باشن چیز میز پرت کنن. برای میگم که قبلنا موز و گوجه و پرتقال و اینا پرت میکردن، الان فقط پلاستیک و بطری آب. واقعا اوضاع اقتصادی مردم خرابه. ولی من همیشه میگم اوضاع اقتصادی بد نیست، ما راه پول درآوردن رو بلد نیستیم. شما نگاه کن کنارای زمین تو نقطه کرنر از محل جمع‌آوری زباله‌های شهرداری بیشتر آشغال بود. اینا رو جمع میکردی قشنگ میشد بدی به ضایعاتیات، بارتو ببندی از همین بازی. چیز میز که خوب پرت نمیکنید، حداقل اینجا یه لایکی بزنید. اگه سابسکرایب هم نکردید تا حالا بزنید رو همین پایینه. خودتون خودجوش لایک رو بزنید دیگه، انقدر این ایمان سلطانپور نگه، انقدر اعصاب ما رو به چیز نده، به فنا. خلاصه که این فصل فوتبالی هم تموم شد دیگه، از الان همه به فکر نقل و انتقالاتن، همه دنبال بازیکن و مربی و تقویت تیمه. ولی من توصیه‌ام به مدیران استقلال اینه که اگه میخوان ساپینتو رو نگه دارن، کریم باقری رو به کادر فنی اضافه کنن، ساپینتو رو کنترل کنه. اگه از این مدل ویدیو خوشتون اومد یه لایکی بزنید، یه سابسکرایب بکنید، جای دوری نمیره. تو کامنت ها بنویسید این دختره کی بود، چقدر بامزه بود، کاش همیشه همین باشه. دست شما درد نکنه تا بعد. لسو.